دو ماه پس از دریافت 3 یا 1 دستگاه سینماتوگراف، مظفرالدین شاه در پنجشنبه 12 ذی‌الحجه 1317، 13 آوریل 1900، 24 فروردین 1279 تهران را برای نخستین سفر خود به فرنگ، از جمله به همراهی احمد سنی السلطنه و پسرش میرزا ابراهیم خان عکاسباشی ترک کرد و روز یکشنبه 2 شعبان 1318، 25 نوامبر 1900، 4 آذر 1279 در برگشت به پایتخت خود بازگشت و سنی السلطنه را در پاریس پی اسباب چاپ و عکس و سینما فرستاد. یکی از عادتهایی که همیشه مظفرالدین شاه داشت نگاه کردن به دوربین است و تا آنجایی که روی لنز قرار گرفته بود دوربین را نگاه میکرد. در این قسمت دوربین روی سپایه قرار گرفته، یعنی روی سپایه چرخشی قرار گرفته و برای یک لحظه ابراهیم چهره خودشونه، این چه صحنه ابراهیم هستش و میره دور میزنه و مجددا جلوی دوربین قرار میگیره. الان ما چهره ابراهیم رو در جلوی لنز داریم، ابراهیم ابن سنی السلطنه. دسته موزیکچیان ارتشی هستن که از جلوی لنز ابراهیم عبور میکنن. اولین تصویر ایرانی هستش که شما توی این فیلم دارین میبینید. ابراهیم سعی کرده که موزیکچیانی که از جلوش رد میشن و همچنین ارتشیان رو در ثبت بکنه و فیلمشون رو بگیره. گارد ماشین یا به اصطلاح آن زمان ماشین دودی. ماشین دودی از میدان شوش حرکت کرده و به شهر ری می رود. خانوم هایی را که ملاحظه می فرمایید قصد زیارت شاه عبدالعظیم را دارند و به این منظور سوار ماشین دودی می شوند.
در واقع اولین هنرپیشه ایران عیسی خان همان مرد کوتاه قامه‌ای که در فیلم می‌بینید می‌باشد. عزیز سلطان یا همان ملیجک با لباس سفید رو به دوربین چوب می‌زند. تمامی فیلمنامه روی مبنای دعوا می‌باشد. صحبت کردن، سپس جروبست و بعد دعوا. ظاهرا این فیلمنامه‌ای که از طرف ابراهیم به هنرپیشه‌های خود دیکته می‌شود. کلیه این فیلم ها به طبقه مضحک تعلق دارند که در آن زمان در جهان طرفداران بسیار داشتند. در تکی فیلم های کاخ گلستان 3 یا 4 ماجرای کوتاه مضحک به تصویر کشیده شده. 1 جنگ خرسواران و پیاده چوب و چماق به دست با شرکت عیسی خان و میرزا ابوالقاسم قفاری. 2 فلک کردن کوتوله و غلام سیاه با شرکت عیسی خان. 3 مشاجره با عرب، سواری گرفتن کوتوله از عرب با شرکت عیسی خان و میرزا ابوالقاسم خان. این تصاویری هستش که در حال حاضر در کاخ گلستان به ثبت رسیده است. مظفرالدین شاه خود یک هنرپیشه است. حرکت‌های او جلوی دوربین دقیقاً بازی می‌کند و می‌خواهد شاه بودن خود را به دیگران نشان بدهد. شاه روز یک شنبه 2 ربیع‌الاول 1323، 7 ژوئن 1905، 15 خرداد 1284 تهران را به قصد سفر سوم ترک کرد. 30 رمضان همان سال 28 نوامبر 7 آذر به پایتخت بازگشت. از این سفر که گویا در شرایط ناچندان مناسب انجام گرفت، ظاهرا سفرنامه‌ای در دست نیست، ولی آلبوم‌های عکسی که توسط میرزا ابراهیم خان تهیه شده است در آلبومخانه کاخ گلستان موجود است. درب ورودی کاخ گلستان، یا بهتر بگویم سردرب تخت مرمر، درباریان جهت برگزاری سلام وارد کاخ می شود.